او بو عزت قدر و قیمت ناز و نعمت اینجاست. ما غذا را با محبت پخته کردیم که شما بهره بردارید. بورک مکان خاطره های سبز. تلفن برای فرمایش 99 999 2008. حالا هم دوستش میدارید؟ نه یکی ارزو گفتید. نه شما در داخلش بله داشت. نگو نگو نمیشه دری دل کردی ریشه علم های دلم بی تو چی میشه. نگو نگو نمیشه نکن جداگی پیشه توی سلطانی قلبم تا همیشه تا همیشه. با همه عاشق های ناکام دنیا دلم سوخت، با همه عاشق های در بدر. خیال میکنم حتما باید یک راه باشد که عاشقان را به وصال برساند. میانی همه درهای بسته یک در باید باز باشد. سلام عرض میکنم به همه مخلصان برنامه ناگفته ها. حدود 6 یا 7 سال پیش یک جوان پیشم آمد به خاطر همکاری و یک سرود را در هوای ترانه های خلقی اتنوگرافی انشا کردم و دادمش. اینقدر صدای قوی و وسعتناک داشت که در حیرت افتادم. رفیق ها دوستانم گفتند که متنی همون سرود، مضمونی همون سرود با زندگی خود همین سراینده خیلی مطابقت کرد. امروز صاحب همین آوازی زیبا امید برهان مهمان برنامه ما است. من سلام همه مخلصان برنامه ناگفته ها رو به شما میرسانم. من سلام خودم رو به کلی تماشابینان برنامه ناگفته ها میرسانم. یکی از تماشابینی همیشگی خودم هستم. من این رو میدونم. اما برنامه رو تماشا میکنم. سپاس. اولا میخواهم که همون ترانه رو یک زمزمه بکنیم. امکان هست؟ ترانه‌ای که 7 سال پیش اینجا کرده بودیم. شما نویسون درده؟ بله. انگوری سیاهی شاخه چو گوشواره ای هم چیدن هم چشیدنش دوشواره. آه دستم نرسید آه با آه خوشی تر ای در دیل علم غوصه و غم بسیار ای یک بار نگاه بر ما نکنه ما سوختیم پروا نکنه ای ما سوختیم در اسرتیو یک بار ولی آوا نکنه. من همیشه میخوام گریبان همین بچه رو بگیرم و تکانش میدیم و بگویم که چرا با این آوازی زیبا نمیخواهی که پیش بروی، نمیخواهی که رشد بکنی، چون که خیلی جوانی کاهل و اگر تنبل هم بگویم خطا نمیکنم، زیرا آدم هایی که آواز ندارند آوازها رو یک نو در کامپیوتر درست کرده، ناجوری ها رو جور کرده، ناسازگاری ها رو سازگار کرده، یک نو برآمده تسخیر میکنند این آن را. اما کسانی که آواز دارند واقعا این آواز را ببینید در یک کنج سکوت کرده می نشینند مثل امید. به این موضوع بر می گردیم، به موضوع شکایت های من. ولی موضوع ترانه چه خیلی با حیات شما مطابق است. ترانه این بود: انگوری سیاهی شاخه چون گوشواره هم چیدن هم چشیدنش دشواره. دستم نرسید وای با آن خوشی تر در دل علم و غصه و غم بسیاره. یعنی چی بسیاره غصه و غم؟ من قصه های عاشقانه شما رو میدونم از اون ستاریس ها، از گفتگوزاری دوستان اهل هنر که شما به وصال همدیگر نرسیدید با دوست داشته اتان. چرا؟ با که روز جان من نمیدانم سر این مسئله شما کی شما را گفت. قریب یک سال شد ما جدا شده اگه من نمیدانم شما را این مسئله برای این مسئله را یک چند آدم های معین میدانیست. اما بسیار خیلی این مسئله جدا شوی را
بین مردم نه برآوردم راستی گم چخیل ستوریز بود که یک ستوریز نشر کرده بودید نه ستوریز اینجا دوشایی نبود نه نه ستوریزی رابطه و وقتی پیشنهاد خونه دار شوی کردم و توی خواهرم بود راست میگی نکه بله و توی خواهرم بود پیشنهاد خونه دار شوی کرده بودم بعد یوخم بعد ایبان یک قریب هشت منو مو پاس موجود داشتیم با من گفته بودند که یک عشق طولانی داشتید زیاده از بله. هفت هشت سال هفت سال هفت سال هفت چی شد؟ کدام نیرو توانیست شما را از هم جدا کنه؟ اکه ارزو راستی گپ نمیدانم چرا؟ نمیدانم اکه ارزو این طور نیست که ندانید باید بدانید من اکه ارزو جان در حقیقت میگو من نمیدانم سببش در چیه من وقتی که همون روز ما افطار دادیم یک جای بودیم روزدار بودیم اول روزه را شدیم خوردیم بسری بعد همی گپ ها گفت راستی اکه ارزو من تو نپرسیدم که سببش در چیه برای که آدم وقتی ای گپ ها میگه وقتی میگه ما جدا میشیم برای میدونین اکه ارزو جان باید چقدر پیشکی فکر کرده باشه دو فکری خودش صد فویزه باوری داشته باشه که فکری ما درست های من کاری درست کردستم بعد بیا مرا ای گپ ها بگه ممکن شوخی کرد ممکن از روی دیل گفت ممکن او خرکتری ما را میدونیست چی؟ خرکتری ما را میدونیست که خیلی مسئله داد من میگفتم این مسئله شوخی ندارم او این خرکتری ما را خوب میدونیست نه نشسته دو غیزا خوردید با طبی بولیده نه طبی بولیده نه خوش خواقا دختگی همون وقت رفتم ای خونه شون گرفتم جای خوش خواقا دختگی من نمیدون خی همه کار اکک زرنده ده چی گفت؟ دیادم نیست چاله را داد گفت که من دیگه نمیخوام من دیگه نمیتونم چی را نمیتونه چی را نمیخوام من نمیدونم یعنی در این جدا شدن تقصیری شما نیست نمیدونم ممکن ای بیمه باشم ممکن ای بیو باشم ممکن ای بیهر دمون باشم نه من یعنی سبب شنه پرسیدم یعنی شما رد نکردید ما اگر نه من رد نکردم نکرده بودم چند سال با هم رفاقت داشتید؟ هفت سال هفت سال چی طرف شناس شده بودید؟ در چی شناس شده بودیم؟ در دوره دانشجویی اگر راستی یک چند بار دیده بودیم نکی خیلی نزدیکتر دوره دانشجویی به پنجمی سپتامبر حتی روزش یادتون هست که اون روز بود هر سال درس میگیرید چی طرف شناس شدید؟ در دانشگاه وقتی که ما با ای مرکز ملی تستی دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان داخل شدم یه هم کورس مون بود راستی اولین واخوری چی گونه بود اولین واخوری با نقلی و میگه تا وقتی اومدی دانشگاه خوش خواهق دختری میگه او خیلی چی ما گفتم کیه ای چه کی گرفتی است هم خیلی میگه اول شون بینی کردم میگه بعد همین او دوره ده چی بود یک سامونه ایش میاد وای بیر با همجا شبا کم کم گب میزن با هم خیلی همون خیلی اساس همی اساس شیناسایی مون که هم صوبه چیدیم پنجمی سپتامبر هر سال جشن میگرفتیم با پنجمی سپتامبر روزی شیناسایی روزی آشنایی عجب حاضر چی؟ حاضر اکر نمیدانم پنجمی سپتامبر دگی جا گذاروندم نمیدانم با فکرم که کدوم نویه ای توی دادیم در دوام این هفت سال چرا شما ازدواج نکردید مراسم عروسی برپا نکردید راستی دکتر ارزو ما نقشه گذاشته بودیم که اول دانشگاه را ختم میکنیم بعد بعد ختم دانشگاه بعد توی میکنیم بعد همین خیلی نقشه گذاشته بودیم اکی ارزو جان بعد دایی بین بعضی خیش تبارو از علام گذاشتن امی حالت های بسیار چی بود که فرصتی نداشتیم که فکری همین کار کنیم حیث پدرم بمور شدن با صدمه دوچار شدن خلام بندگی کرد ای طرف با بی بیشون بندگی همین خیلی حالت های بود که ما فرصت نداشتیم فکری ازدواج کنیم برای همین همون موی سفید ها و آدمان سالمن بهوده نمیگویند که کار خیر را به فرد و فردای دیگر نگذار بله بله اکه خیلی در تقدیر مونم خیلی در اکه ارزو جان به هیچ ماجرا از هم جدا شده نه ممکنی اگر
سبب داشته باشه. کسی کسی رو عیبدار نکرد با چیزی؟ نه ممکن اگر سبب داشته باشه. چرا شما سوال نکردید؟ ما گفتم که کروز جون آدم باید چی قدر پیشکی تیار شد، چی قدر پیشکی باید چی گفت که همون آخرین حرفتون در یادتون است وقتی که آخرین حرفم حلقه رو گرفتید؟ من نگرفتم. نگرفتم آی دست شکر ارزو. چیکار کردی؟ وقتی هم خیلی برابر گفت ما گفتم ما این را تدا کردگی ما را نه تهی چیز ما در کار نیست دیاد من ترزم آفر داشتم های کردم رفت تمام این همون بخوری آخیران 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 هم و نخوردید ممکن ممکن یکان جا او آی ما را یکان دوری دیده باشنه که ما او را نه دوری دیدم نه دیگه نزدیکی یکان مسیج یکان حرف و کلام ارسال نشد؟ ورید نشد؟ بله که ارزو من نویسون دادم چند بار من برای بعد که یک چند مدت گذشت یک هم تر فکر آروم شد سری آروم قدی یاده بار چی کردم نویسون دادم چی نویشت؟ همون چنم نه برای چی نویشت؟ بیا دیگه فکر را کنه ما در او چی ما در او حالت نسته که مناسبت در او مناسبت در او چی نسته که ما آزی جدایی کنیم خوب گنده پنج شش ماه پس توی داشته مخه کی ای او طرف ای هم ایجا ما را روی خط سیاه کده بود ای اینستاگرام ای دیگه سامونو روی خط سیاه کده لیکن نمی دانم چی باید نمیرو ما روی خط سیاه نکده بود یک امکانیت ما دامون بود که ما هم در چی کنم یک اون خیل علاقه برو ای هم ایجا اگر نکده بود ای یک جا نکده بود کی یک امکانیت باشه این یک امید میداد به شما نه راستی گفت که ارزو برای که ما همه هر دفعه جنگ میکردیم ما هم خیلی میکرد نه دختر خوب بود بد گفتش نمیتوان اگر بد هم باشم من بدش نمیگم برای که وقتی پدر من در بیمارخانه خواب بود در رانیمات سبت تاجیکی چی میشه در جای بیماری های وزنین بیماری های وزنین بله در اونجا خواب بود میومد پدری مرا نگفت بین میکرد میومد لباس های پدری مرا میشد برای ما بعدش گفتن نتونه ما کرد پس چی شد؟ چی گذشت میانی شما؟ نمیدونم ما که ارزو گپ سره میکنه نمیدونم چی میگفت وقتی که شما میسیج هیچی رد میکرد روان میکرد رد میکرد ما قرارم قطعی هی میتونی دیگه ما در ننویسی بعد ما وقتی اخیران سخنمون همین بود که قرارم قطعیه میتونیم دیگه ما در ننویسی بعد ما دیگه نویسوندگی نیست حتی نگفت که سبب در چی است من نه من خودم نپرسیدم او را هم نگفت اکر رزو ما یک راو بودم او ایمان در یک راو حالا چگونه حسیات شما رو فرا میگیرد حسی پشیمانی حسی شادمانی یا حسی نمیدونم افسوس تاسف چی نه اکر رزو روزای اول ماهای اول پشیمان بودم یکان پشیمان بودم من نکنه میدونم برای چی پشیمان بودم یک حالت اینا فهما بود میگفتم که من افسوس پشیمان بودم پشیمان شدم که این دختر رای دست دادم نکی میگم اخو چی رای دست دادم من چکو کردم که من رای دست دادم ای بیمه چی بود سخت میرسی درد من درد میکردم این وقتی خودم خودم همین سوال ها میدونم علم آورد میگفتم علم میکرد چی با اخو ما چکو کردم نه خیلی با دیشون احازی باشه اکر ارزو جان ما فکر میکنم که یگه اون چی او پیشتره موندگی نیست یگه اون چیز در دیگه نه علم میکنه نه درد میکنه نه شوهر نکرد نمیدونم اکر ارزو من میگم من تو هات هم بودم من ندیدم یکم بار در خانه نپرسیدند که چی ماجرا افتاد میانی شما پرسیدن استی خانوادگان ها چی پرسیدن چی ممکن او پرسیده باشن ای من پرسیدن شما چی و چی خیلی که سبب شمه دانستم من یه چیزی را اکای حضور نمیدونم من سوالا در خودم جواب ندارم که شما در جواب بتن امید جان حالا هم دوستش میدارید نه یکی ارزو راستی گپ نه ارزو چرا نه یکی ارزو گفتید اتون باوری بخش نبود وقتی گفتم اما کارای خوبی که در حق فیما کدگه اما که کارش ما باید مومد به هر حال نه شما در داخلش بله داشت نه یکی ارزو نگه کنین ما حوزی یک
یک حسیات دارم هم دخته در دلم این همین قدر چیز مونده گه تمام دیگه هیچی چیز یک حسیات دارم که تا حاضر ما بگیم که ما در دردناک تا حاضر ما در دردناک چیش همین سوالی که ما تا حاضر جواب نگرفتم چی با برای چی؟ این سوال است. این سوال است. این همین قدر حسیاتی در دلم دارم که این همین قدر حسیات مرا غم میده. این همین چیز مرا درد میکنه. ای همو آدم، ای همو هفت سالی مناسبتی ما این همین قدر حسیات دارم در دلم. دیگه یکان چی نمونده کرزو. هستن آدم هایی که راستی من خیلی عبد این حسیات نداشتم. به نزدیکی یک آدمی دیگه قدر خیلی صحبت کردیم. چون خیلی که اون حسیات باید که خیلی در دلم پیدا شد خیلی مایران شدم راستیه در این هفت سالی رفاقت پاکیزگیتان رو نگاه داشتید؟ صد درصد صد درصد ایچه زکر روزم برای که خیلی نمیدونم در این هفت سال غیر از دوست داشتهتان باز طرف چپ راست گاه گاه و دخترها گپ میپرتفتید؟ نه که روزه جان عموماً ایچه زه همه میدونم این چیز همه میدونه این چیز صد درصد خودش میدونیست که من اکر روزو همی خیلی وقتی خواه خواه که همه مردک می خواه یک چپ راست نگاه میکنه اکر روزو نه که من وقتی نگاه میکردم که من خیلی چی خودم در بسیاری وقت میگفتم که وقتی نگاه میکردم به یکان نگاه چی فکرم در سرازو میمد که تی اکم او در خیانت نکنی تی اکم انتخابی خودت در خیانت نکنی دیم خودت در میکنی خیانت بس سیم او در برای من هم میکرد مکه ارزو عموما بیت کمی فضا رو عوض میکنیم بله یکون سرودی علموار میخونیم نه سرودی علموار دیگه نمیخونم مکه ارزو بس همه هم از سرود هم علموار های با خیال میکنن که من یکون او در میدهیش سختگی و پختگی وقتاً همین طور است نه اکه ارزو من این سرودای علموار پیش ای کارو را میخوندم ولی من پیش ای کارو هم از سرودام قریب علموار با نه که بعد یعنی مردم با خیلی هستن بعضی جورون بعضی دوستا رفیقا هستن که خیلی بیاد هر چیزی که دلتان میخواهد بسرایید یک سرودی نو شوختر یک سرودی نو پیشنیاد کردیم با ویدیو کلیپش همون سرود رو به طور زنده میخونم مخلصان نیز میتونن از یوتیوب سرود رو دسترس کنن با یوتیوب کی یوتیوب چی بفهمونید یوتیوب کانال خدا ما ناو یک صفحه بله شده نامش چی است امیدجانی برهان امیدجانی برهان توصیه میدم که به آنجا دروید و از آواز شیرادار و شیرین امیدجان بهره بردارید حالا پرچه این سرود رو تقدیم ما بکنید شبی مهتاب شب است هر دوی ما یک جا بشینیم غم و اندوه یک دیگر زی دل ها بچینیم من و تو از نگاه چشمی هم بدونی حرفه همه راز دلی دوانه را وای کو بینیم من و تو از نگاه چشمی هم بدونی حرفه همه راز دلی دوانه را وای ببینه نگو نگو نمیشه دری دل کردی ریشه علم های دلون بی تو چی میشه نگو نگو نمیشه نکن جداگی پیشه توی سلطانی قلبم تا همیشه تا همیشه سلامت باشین با همه عاشق های ناکام دنیا دلم سوخت با همه عاشق های در بدر با همه عاشق های سرگردان دلم سوخت و خیال میکنم حتما باید یک راه باشد که عاشقان را به وصال برساند میانی همه درهای بسته یک در باید باز باشد نمیدونم دیگر چی بگویم امید نمیدونم اکه ارزو جان این برنامه شما از ممکنی اکی همه تماشاک نه خیال در برنامه من همه گیره میکردن امروز شما من رو گیریاندید نه اکه ارزو ممکن از این برنامه را تماشاک نه خیال کنن که میگون چیزی دیگر خیال کنن مضمون همه چی در عشق خلاصه می شود عشق بهترین احساسی است که
دست میدهد، آدم رو دیگر میکند، جهان رو دیگر میکند، نگاه رو دیگر میکند، اندیشه رو دیگر میکند. چند مدت شد که جدایید؟ یعنی فاصله چقدر افتاد؟ قریب یک سال، ممکن یک سال هم شده باشه. یک سال. کسی نتوانست این خالی گاه را پر کند؟ هست یه نفر هست پیدا شده گیه راستی نمیدونم که وقتی که ما قطعی و هم صحبت شدیم یک روز کمتر سیر گشت کردیم، یک دو روز کمتر سیر گشت کردیم، راستی ما میگم که وقتی هم یک سال جدا شده بودیم دلم رنگ سنگ شده بوده که روز یا اون کس قد نمیفرده که یا اون مصیبت یا اون گپ داشته باش. وقتی همیرم یک اون هفته شده پیش ایره بود، یک اون هفته پیش ایره بود. به فکرتون عشق است؟ موزی چی گفته نمیتونم که روز موزی اجده هیچی گفته نمیتونم، میبینیم وقت نشان میتر دیگه نمیخوام سراسیمه بشن این مسئله ده. سراسیمه نشده؟ شما هفت هشت سال دوام دادید؟ نه سراسیمه شده بودم که روز برای هم میگم در آینده نمیخوام. نشد که در تاگی پنجه و شست رفته بعد یک دیگه رو؟ نه که روز اولی وقت هست که روز جون. اومد جون شما یک کا پسر در خانه؟ نه ما پنج پسر ما که روز پنج پسر؟ بله. پدری شما سابق کارمند مقامات؟ بله بله. حالا کار نمیکنه؟ کار میکنه. حضرم کار میکنه در مقامات؟ بله. پنج نفر شما همگی؟ نه ما همگی پنج پسر دو دختر. آها. یک کماند فوتبال ما. خدای نگهبانتان باشد. در خانه کسی با هنر سر و کار دارد؟ یکی پدر به حد صنعت دوست داره، به حد. در خانه هیچ کس آواز نمیخونه؟ نه یگان کس. از چند سالگی پدر فهمید که شما آواز دارید میتوانید سرود بخونید؟ در صنفی هشت بده، در صنفی نه بده فکر ما که روزه ما صنفی پنج بدم برنامه آواز تیلوی رفته بودم نگذاشته بودم یکم دورش نگذاشته بودم دو برنامه. بعد همه خیلی استاوسته اومد پدرم خواهی از بابای موسیقی خرید یکم نفکی بچه هم مینت که هر روز می اومد ایکار خودش بودم بفره با یک ساعت پیش ایمدم میششت مرا گوش میکرد که کومد چی سورو تیار کردم چکو کردم. اصلا کارمندان مقامات خیلی کنار می روند از هنر و صحنه و صنعت و این چیزها، ولی پدر شما با اون که کارمند مقامات بود، مثلا کارمند مقامات حتما پسرش را در روحیه همون حرفه خودش تربیه می کند، انتظام، ترتیب، یعنی آینده می خواهد که اون نیز دوام دهنده کارش باشد. اما پدر شما نه، با وجود اون که کارگری مقام بود میخواست که شما آوازخوان بشوید. خیلی جالب است. صنعت من گفتم که کارز جون پدر من بسیار صنعت دوست داره، به حد صنعت دوست داره، ممکن است این سبب خواست که من صنعتکار شم. چی طور دوست میدارد؟ دوست داری پدر رو چگونه شما شرح میدهید؟ دوست داری که کارز جون یکی میشه که تمام صنعتکار رو عزت و حرمت میکنه، نو بسته ای چی کارشون، او موسیقی نوازه، او نای نوازه، دایره نوازه، فرق ندارم. صنعتکار برای او را همش یگه، آواز خونشم و قولی بفته اگه زویزده شم همش برای او را یگه. همه صنعتکار را دوست میداره، عزت و حرمت میکنه و باز به حد مخلص های خودش، مخلص یک چند صنعتکار را. برای رشد هنری شما کار کرد، خرج، مبلغ گذاری؟ بله بله خرج کردم و دوره کودک بودم خرج میکرد. کودک بودم یکان بگیم یکان روحی در آمدم نداشتم احوزی روح شکر احوزی رو هم میوردم میکنن چیوانی یکان آدم یک خدا شاید استش هیچ کار نمیوردم میکنن خدا روح شکر که هستم. در خصوصی ترانه های روسی گفتید روسی هم میخونه؟ بله. یک بار نشان میدید؟ شما یکان سرودی معقولی داشته باشین گویی نکم هم میخونم. روسی چی میخونید مثلا؟ روسی؟ اکه من راستی یا انگلیسی؟ نه انگلیسی راستی نمیخونم، یکان سرود نمیدانم، روسی میدانم اکه روز جان. کدام ترانه رو؟
فرق نداره. نه بند زیملی های نپریمه. مرحمت. با گیتار بخونمش یا خیلی با گیتار هم بو گیتار شیرین تر است. Не было над землей цветными красками мы идем с тобой в поход за сказками в мире суеты нам больше места нет мы идем встречать с тобой рассвет посмотри вокруг погода щедрая дарит красоту Наимоверную легкий ветерок Нам дует с берега Эту красоту тебе дарю Все хочу делить С тобою поровну Как мне дальше жить Теперь мне все равно Я тебя нашел На свою беду На свою беду На свою беду звезды и луна Поют мне песни вновь про мою судьбу И про мою любовь жизнь благодарю За то, что я тебя люблю Сурди Руси Дарбурай Накши Падар Харф задет Кичтавр کمک میکرد با شما تحال میکند راجع به مادر چیزی نگفتید مادرم بسیار خیلی در راستی اگر خیلی گیریم پدرم در صنعت دستگیری میکنه و کم کم چی میکنه اما مادرم خیال میکنیم که شنونده همیشگی ما یک آدم مادر ما چی چیزی که من نام میپردم یکم باید یا من در خانه استودیو دارم اکبر جان کار میکنم چی سروده که من میکنم یکم شنونده شما آدمه ایو خانه میخزم میای استودیو چی کرده که من میگم من گوش میکنم و میخزم میرم چند ساله شده دومید؟ 23 نو 23 میبخشید ماهی نویبر 24 شما میشنم. از چند سالگی؟ ما اکه تولد 2000 هم ماهی نویبر اینه این نویبر ده 24 ساله میشم شما از 16 سالگی عاشق شده بودید؟ بله از 17 برای که من تولد 2000 هم هم قطعی 99 خوندگی آها آقا دختر من یک سال کلام نکرد چست نرسلو یعنی این برای شما مهم نبود؟ برای ما اکر درستی خیلی روسو یک پسلویچه خوب با میگم وز درست ایتا سیولیش صفری برای ما ما خیلی اکر روزم دونیش گوهی سلاف یعنی رو ختم کردید؟ کدوم فاکولتا؟ حقوق شناس در این رشته کار نکردید؟ نه کردم در پیش شما اگر انتخاب بگذارند که کاریره پراکرور و کاریره ارتیست کدومش رو میگیرید؟ با فکرم که کاریره ارتیست اگر چیست نه برای که چیزی که دلتون دوست میداره کاری باشه که تا کار دیان راحت نبرداره اون کیفیت نه بخشه بعد چه خیلی او کار میکنی که من هم انتانم راست عجب گپی خوب گفتید من میخوام که اکر کاری را کنم هم بخد ما فایده بیاره فایده کیفیت هم مردم ده برای بعض این همی بعض سرده را میخونم اکر یا خیلی کمینتری را میبینم باور کنین اگر خیلی لحجه های کده بگیم قوات قوات گوشت میگیرم اکر ممکن اپسی هم کمینتری هم هیستاتی کلو شده خواهد خواهد گوشت بگیرم که روز جون بسیار پیسند میاد بسیار خیلی خوشحال میشه همه میسو ولی اندیشه ها هر خیلند در برابر وصف و ستایش باز حرف های زیشت همه نویسند آنها کما اگر حرف بد بنویسند عکس العمل شما چی خیلی است ریاکشن شما چی خیلی است یگان خیلی اکرز ما جواب نمیده اگر کمینتره که خوب باشه و یکان
به قول یکان کمپلیمنتی خوب کرده باشن او دا جواب میده از گفه بزید دا جواب نده. بعد همین سخنتان که گفتید هنر رو انتخاب میکنید خیلی خوشم اومد. احسن آفرین. میخواهم که یک ترانه دیگر رو زمزمه بکنیم. یک سرودی که ممکن بسیاری ها بسیار مردم از همین سرود مرا شناختگی باشند. بعد سرود هم بسیار در اینستاگرام بسیار رفته بود. همون سرود هم میخوانم که بزن. با یاد دا کشم نالکنم این دلی سوخته را صد پاره کنم. با یاد دا کشم نالکنم این دلی سوخته را صد پاره کنم. در آغوشی تا که دستم نرسید مادری خانه تا لانه کنم. در آغوشی تا که دستم نرسید مادری خانه تا لانه کنم. گلی صد برگی سفیدی باغ می فاره مرا بالای دستان یار خوابکی شیرینم برد. خدای آن شبی ما نداشته باشد سحری. خدای آن شبی ما نداشته باشد سحری. زیلباد بوسه‌ای به حساب می‌فاره مرا. زیلباد بوسه‌ای به حساب می‌فاره مرا. اگر فردا بیاید بر بگردد چیکار میکنید؟ هیچی. چخیل هیچی این هیچی جواب نیست. چخیل قبول نمیکنم. اگر شما جوابی عمیق‌تر از ما انتظار باشه قبول نمیکنم. تمام. چرا؟ رد میکنم اگر. چرا؟ وقت گذشت. وقتی که آدم ما چی میگن؟ روگردوند. بله. من دیگه آدم قبول نمیکنم. اما دل چی میگوید؟ دل همین گپ هم میگه. عقل چی؟ عقل هم. عقل و دل رفیق نیستند؟ عقل و دل اگر سگل سوات کرده باید نشموده گفته است. من همشه سگل سوات کرده گفته است اما که ارز جون. ولی گاه گاه ما به خلاصه های اجباری میاییم. خودمون رو به کار مجبور میکنیم. اما عقل و دل هیچ وقت رفاقت نداشتند. نمیدونم که ارزو من امی سری مقصد اومده اگم من امی یک فیل دارم مکرون امی چی کاری را من بگم میکنم تا آخر هم کار هم میکنم اگر سرمده سنگ میزنم زمین همه گزم گریبان همه گزم عذاب میکشم نیکی هم کار هم میکنم تا آخر من آخر فیل دارم. من فقط یک تمنا دارم. میخوام که شما موفق باشید، شاد باشید، سرور داشته باشید، فرحمند باشید و این آوازی رو که خدا بر شما داده است در هنجره‌تان احترام کنید، احتیاط کنید. این صدا رو باید شما بی‌قدر نکنید هیچ وقت. صدا صدای دل هاست، صدای عشق است. حضور آمد اکروز جون، بسیاری نشما یک کمپلیمنت کردن بایدم اگر ما یک ماه دیگر زیادی مشق کنم. البته با امید تهیه دیگر ترانه ها و دیگر برنامه ها خداحافظی میکنیم. خیر.